وزیر مالیه میگوید که 16 پرونده فساد و اختلاس از سوی دفتر ریاست جمهوری و 15 پرونده دیگر از سوی نهادهای دیگر برای بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شدند. 24 تن در پیوند به 16 پرونده بازداشت شدند. 3 مقام وزارت شهرسازی متهم به فساد، 6 مقام متهم به سوء استفاده از دارایی‌های دولتی، 6 مقام مرکز تعلیمی پلیس در میدان وردک متهم به فساد، 2 مقام متهم به گرفتن رشوت، 1 متهم به پولشویی و 6 متهم به فساد در بانک ملی، 24 بازداشت شده هستند. در همین حال لوی سارانوان از بازداشت 6 تن به شمول 3 کارمند دولتی به اتهام غصب زمین، بازداشت 1 جنرال لوی سارانوالی به اتهام گرفتن رشوت و بازداشت 1 افسر فرماندهی پلیس اروزگان به اتهام انتقال بیش از 250 هزار دلار 3 میلیون افغانی و مقدار از زیورات خبر می‌دهد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به روز 6 ماه سنبله امسال آغاز به کار کرد تا پرونده های بزرگ فساد اداری مقام های بلند پایی کنونی و پیشین حکومت را به بررسی گیرد. ای بار یک تن از سارنوالای خود لوی سارنوالی که دارای رتبه تورن جنرالی هم بودن به اتهام اخذ رشوه گرفتار. از این که اینا دارای رتبه جنرالی هستند، صلاحیت رسیدگی به قضیهشان از سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که مشمول این مرکز عدلی و قضایی هست می باشه. خود از این شخص مظنون تحت توقیف قرار داره و تحقیق آن پیرامون موضوع جریان داره. سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که قرار است هفته آینده نخستین نشست علنی دادگاه اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار شود.